الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز محترم در برنامه اسماء الله الحسنى. نامهایی رو از پروردگار متعال و صفاتی رو از رب ذوالجلال در برنامه پیشین بهشون پرداختیم که اضافه شده به واژه خیر بود و گفتیم این نوع صفت ترکیبی که در قرآن کریم با کثرت به نامهای الهی و صفات پروردگار متعال اضافه شده هست یا به طور ترکیبی اومده هست، یک نوع برتری و یک نوع ویژگی خاص صفات پروردگار رو در تحقق این صفات بر خلقش برامون در بر داره. میخواد خیر الرازقین باشه، میخواد خیر الراحمین باشه، میخواد خیر الغافرین باشه و یا میخواد خیر الناصرین باشه. امروز ما یکی از این صفاتی رو که در واقع به طور مجرد بهش پرداختیم و در ارتباط با اون قبل از این هم در برنامه پیشین صحبت‌هایی داشتیم رو در قالب ترکیب اضافه شده با اصطلاح خیر می‌خوایم نگاهی داشته باشیم و اون خیر و ناصرین هست. واژه ناصر و نصیر دو نام مبارک پروردگار متعال بود که قبلا بهشون پرداختیم و اهمیت نصرت الهی و جایگاه این وعده پروردگار متعال و در ضمن آیات قرآن هم نگاهی بهشون داشتیم. اما امروز یا امشب یا در این برنامه میخواییم نگاه خاصی داشته باشیم به مفاهیم و معانی یا اون که از پیام برای ما اصطلاح یا واژه خیر و ناصرین داره. گفتیم که خیر بودن یا برتری صفت در ضمن صفات پروردگار یکی از مهمترین مطالبی که در ضمنش وجود داره این هست که اون چیزی رو که ما براش هیچ گونه تصور و محاسبه ای رو در ضمن سعی و تلاش خودمون نمی کنیم رو این در پناه خیر بودن خودش داره. و گفتیم به درستی این مطلب رو اونگاه خواهیم تونست درک کنیم که به حکمت الهی و علم مطلق رب ذوالجلال امور رو نسبت بدیم. گفتیم که الله متعال علمش و حکمتش و حاکمیتش مطلق هست و تمام امکاناتی که به ما در اختیار ما گذاشته در قید و حدود معینی قرار داره. اگر ما در قالب این امکانات صفاتی رو به دست آوردیم و اعمال میکنیم هیچگاه نمیتونه مطلقاً در اون بحث خیر وجود داشته باشه. ما شاید در ما بخشش باشد، شاید در ما عطا باشد، شاید در ما صفات نیک دیگری باشه که الله متعال هم عین اون صفات رو به خودش نسبت داده، ولی هیچگاه نمیتونیم مقایسه کنیم بین این صفات در مصداقیت خودش با صفاتی که به الله متعال ما نسبت میدیم، اگرچه در ظاهر لفظی با هم مشترک هست، چه در ظاهر لفظی در قالب فعل و چه در قالب لفظی به صورت اسمی. این اختلاف برمیگرده بر اینکه اون چه که ما داریم موهبه الهی هست، در یک حد و مرز معینی برامون الله متعال در اختیارمون قرار داره داده و در ذات خودمون هیچ کدوم از این صفات رو نداشتیم و باز هم اون اللهی که این صفات رو به ما داده از ما در روزی اخذ خواهد کرد، چه میخواد قدرت بینایی باشه یا شنوایی باشه یا ادراک مختلف در زمینه‌های متعدد باشه یا قدرت‌های مختلف مادی و معنوی باشه که ما اونها رو از اونها بهره میگیریم و به همین صورت خلق یا خلائق اطراف خودمون رو در سلطه خودمون یا در زیر
استفاده و کاربرد خودمون قرار میدیم. بر این اساس وقتی که ما صفتی رو از این صفات مشترکی که از نظر لفظی برای خالق و مخلوق کار گرفته میشه به الله متعال نسبت میدیم، نگاهمون نگاه مطلقی هست که هیچگاه قابل مقایسه با این صفات مشابه در مخلوق نیست، برایش هیچ حد و مرزی برای این صفات در ارتباط با خالق قائل نیستیم و در این حال هیچ تشابهی هم قائل نیستیم. وقتی که ما این صفات رو به دست میاریم، به طور عارض به دست میاریم، الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، الله متعال وقتی که ما رو آفرید هیچ چیزی رو ما از آگاهی و علم نداشتیم و بعد از این با امکاناتی که ما در اختیار ما گذاشت و به طور تدریج این امکانات رشد کرد و اضافه شد، چی میخواد قدرت شنوایی یا ادراک بینایی یا ادراک عقل و درک و فهم باشه، همه اینها موجب شد که ما علم بیشتری رو به دست بیاریم. اما الله متعال وقتی که صفت علیم بودن یا عالم بودن رو مون نسبت میدیم، ذاتی هست، چیزی نیست که اکتسابی باشه و چیزی نیست که عارض باشه، برایش نه زمان مطرح است و نه مکان مطرح است، هیچ حد و حدودی در ارتباط با علم الهی محدودیتی براش ایجاد نمیکنه، فراتر از زمان و مکان هست. در ذات خودش الله متعال علیم و عالم بالغیب و شهاده هست و همین صورت همه این صفات دیگری که ما به الله متعال نسبت میدیم. اما در ارتباط با صفتی که ما امروز در صدد طرح اون هستیم و خیر و ناصرین بودن رب ذوالجلال هست، باز هم همین مطلب صادق هست که ما الله متعال رو وقتی که این صفت رو بهش نسبت میدیم برترین وضعیت یا برترین حالت رو به اون نسبت میدیم. و گفتیم وقتی که میگیم خیر یعنی اسا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم، خیلی از موارد هست که ما تشخیص نمیدیم که خیر کجا هست و خیلی از موارد هست که ما فکر میکنیم که خیر هست ولی در واقع شر هست، خیلی از موارد فکر میکنیم که شر هست ولی در حقیقت خیر هست. و اسا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم، اسا ان تحبو شیئا و هو شر لکم والله یعلم و انتم لا تعلمون. وقتی که ما خیر رو به صفات الهی اضافه میکنیم میگیم خیر الرازقین هست، خیر الغافرین هست، خیر الراحمین هست، خیر الرازقین هست و به همین صورت خیر الناصرین هست، یعنی به بهترین وجه با بهترین شکل و در بهترین شرایط اون چیزی که اون طوری که ما حتی ادراکشو نداریم و بهش پی نمیبریم او ما رو تأیید و نصرت. این صفت یا این ترکیب قرآنی در آیه 150 سوره آل عمران اومده، این صفت یا این وصف قرآنی در ارتباط با پروردگار متعال در آیه 150 سوره آل عمران اومده. و جالب اینجاست که در این سیاق انواع مختلف نصرت در ضمنش وجود داره که ما بشیم انشاءالله بعد از نگاه به این آیه بهشون خواهیم پرداخت. این آیه قبل از آیه 150-149 مخاطب قرار میده مؤمنین رو و میگه یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اگر در پی افرادی که کفر ورزیدند به دنبال اونها برید، پیروی از اونها بکنید، ایمان آوردید ولی بعد از ایمان در پی اونها حرکت کنید، یعنی خواهش اونها رو، درخواست اونها رو، شریعت اونها رو و به همین صورت رضایت اونها رو بخواید دنبال کنید، این افرادی که ناباورند و با شما در مبانی و در اهداف کاملا در تضاد و تعارض قرار دارند، اگر این افراد رو شما پیروی کنید، به دنبال اونها برید، رضایت اونها رو بخواید به دست بیارید، بخواید در پی
اون چی که اونها میخوان باشید، اطاعت همه اینها رو در بر داره. اطاعت و پیروی، اطاعت از خواسته های اونها هست، اطاعت از راه و رسم اونها هست، اطاعت از دعوت اونها هست، اطاعت از شبهات و به همین صورت مطالب فکری غلط اونها هست. همه اینها بحث اطاعت رو در بر داره. یردوکم علی اعقابکم، اینها شما رو بر میگردونن به پشت سرتون، یعنی به مرحله جاهلیت یا به قبل از هدایت شما رو سوق میدن، بر میگردن. فتنقلبو خاسرین، و در این حالت به خسران منتهی خواهید شد. زیان و زیانکاران رو در واقع همراه خواهید شد. عاقبتتون به خسارت و زیان منتهی خواهد شد. انقلب یعنی تغییر و تحول پیدا خواهید کرد به سمت خسارت، از منفعت به خسارت متحول خواهید شد. ولی بل الله مولاکم، الله متعال مولای شماست. ولایت الهی مانع میشه از اینکه ما این مسیر رو بریم، اطاعت کسانی که کفر ورزیدند. چگونه؟ در موارد متعددی که الان بهش میپردازیم. بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین، بهترین نصرت دهندگان است. بهترین نصرت دهندگان است. مصادیق مختلف نصرت الهی رو که نشأت گرفته از ولایت پروردگار یا مولا بودن رب ذوالجلال رو نسبت به مؤمنین در بر داره، میتونیم در سایه این آیه با تمام وسعت معنویش مشاهده کنیم. بل الله مولاکم و هو خیر ناصری، با الله متعال ولایت و سرپرستی شما رو در بر عهده داره و او بهترین نصرت دهندگان است. الان میخوایم ببینیم که خیر الناصرین، بهترین نصرت دهندگان در این ولایتی که باید بالاخره ما هم در زمین این ولایت وارد بشیم، یا این ولایت رو همیشه رعایت کنیم که اصولش رو باز بشه انشالله در ادامه برنامه پردازیم. در مقابل اطاعت، نصرت اطاعت کسانی کفر ورزیدن و نهایتش به خسارت منتهی میشه، نصرت الهی نقش ایفا میکنه. ببینید خیر الناصرین و بهترین نصرت کنندگان چگونه میتونه برامون این خیر و این عاقبت نیک رو داشته باشه. وقتی که انسان مؤمن مسیر خودش رو تعیین کرد، خط خودش رو از کفر و از انحراف و از شرک و بدعت جدا ساخت، به طور طبیعی یک نوع نزاع و درگیری بین او و بین جامعه و سردمداران جامعه‌ای که از انحراف مردم بهره برداری می‌کنند به طور طبیعی پیش میاد. این نزاع یه امر طبیعی است. اول این نزاع آغاز میشه از تنازع فکری. تنازع فکری در بحث شبهات، استدلالات متعدد که در واقع گاهی دلیل نیست، بهانه است برای تغییر و تحول یا برای برگرداندن اهل حق به باطل. الله متعال خیر الناصرین در این زمینه هست، یعنی اینکه وقتی که انسان ایمان میاره و زیر چتر ولایت الله متعال میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، به این ریسمان
قویم الهی چنگ میزنه. الله متعال در این باب بهش نصرت میده، خیر الناصرین است. در مقابل شبهات اینها، در مقابل نزاع اینها، در مقابل بحث و مباحثه اینها، در مقابل دلائل و حجتهای باطلی که ارائه میدند، بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین. حتی وقتی که به در بحث تبلیغات هم کشیده میشه، ببینیم که شعرا در اون زمان به کار گرفته میشدند. رسول الله صلی الله علیه و سلم به شاعر خودشون میگن که حسان ابن ثابت، میگن که جوابشون رو بده و روح القدس معک. الله متعال فرشته یاری دهنده رب ذوالجلال با تو هست، جوابشون رو بده. امروز هم این نکته وجود داره. یعنی شما فکر میکنید که وقتی که از داخل زندان ها، از زندان ابو غریب غریب مثلا عراق، حقایقی از مظالم واقع شده بر زندانیان میاد بیرون، این رو کی بیرون میاره؟ کدوم مسلمان در اون موقعیت هست که عکس برداری کنه، فیلم برداری کنه؟ این نصرت الهی هست. کلیپ هایی که ما امروز میبینیم و خیلی از اینها شاید نذارن که ما ببینیم و اونها مستندات دروغی درست میکنن برای بدنام کردن مسلمان ها، از صحنه های دلخراشی که جنایاتی که نیروهای اجنبی و اشغالگر در کشورهای اسلامی مرتکب میشن، اینها همشون نصرت الهی هست تا افشا بشن و در مقابل تبلیغاتی که بر علیه مسلمان ها میکنند چهره حقیقی اونها روشن بشه که جنایات اینا دارن میکنند. خیلی موقع هست که میبینیم جنایاتی که اینا کردن از طریق حتی غیر مسلمان ها افشا میشه. میبینیم که مثلا تلویزیون روسیه داره حقایق رو افشا میکنه از نیروهای امنیتی فرانسوی که در الجزایر مرتکب شدن در دهه‌های 1990. به هر حال یکی از انواع نصرت الهی و خیر الناصرین بودن الله متعال این هست که مؤمنینی که با اخلاص در مسیر اطاعت و عبادت پروردگار متعال قرار میگیرند و روزانه صبح و شام میگن ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما در عبادت و اطاعت تو وارد شدیم، به بندگی تو رو میکنیم و از تو کمک میخواییم، الله متعال میگه انا خیر الناصرین. اونها توطئه میکنن، اونها تبلیغات میکنن، اونها میخوان بدنام کنن، من هم اونها رو، حقیقت اونها رو افشا میکنم و افشا هم میشه از داخل اوین جنایاتی که مرتکب ارتکاب میشه بیرون میاد. کی بیرون میاره؟ از افرادی داخل خود زندانن که بیرون میارن. شاید بین اونها به هر حال افرادی اهل ضمیر وجود داشته باشن که نتونن تحمل کنن این صحنه ها. در کل اون نکته مهم اینجاست که تمام اون چی که از افشاگری در مراحل مختلف حیات جنایتکاران ما میتونیم مشاهده کنیم، نصرت الهی هست برای اینکه افرادی که بخوان حقیقت رو بیابن دریابن که جنایتکار کی هست، دروغگو کی هست و کدوم فکر و اندیشه بر مبنای دروغ و نفاق قائم هست. این یک نوع نصرت هست. تبلیغات میکنن تا در پی اونها سعی و تلاش یا اینکه در پی اونها مردم اغفال بشن، ولی الله متعال خیر الناصرین است. این یک نوع است. نوع دوم نصرت الهی میاد در بحث مباحث فکری و اعتقادی. جعل حدیث میکنن، خب افشا میشن.
تاریخ رو واژگون میسازن، باز هم افشا میشن و معلوم میشه. مصادر علمی خودشون اعتراف میکنه که آقا این کتاب اصلی نداره، ما چیزی و کتابی مستند در به عنوان اسرار آل محمد نداریم، این کتاب ساختگی است، بی اساس است. خودشون میگن، خود محققین میگن این کتاب ساختگی است. تنها کسی که اومده کل روایاتش جمع کرده و برای خودش داستان ساخته آقای مجلسی بوده که با وزن کتاباش پول میگرفته از حاکمیت صفوی. کتاب بی اساسه، خودشون، خود محققین میگن، خود محققینی که مدعی مکتب اهل بیت هستن، مکتب ساختگی که به اهل بیت نسبت میدن. یه نمونه است. چقدر روزانه ما مهتدین داریم از درون مسیحیت میان بیرون و حقایق رو میگن، دعوتگر میشن برای دین. شاید یه عده‌ای به خاطر پا گذاشتن به دنیای مادی اروپا، زرق و برقش، همه چیز خودشون رو به تاراج بدن، حتی به همجنسگرایی رو بیارن تا اینکه بتونن کیسی درست کنن و از طریق اون کیس پناهندگی بگیرن. ولی اون نمونه هایی که مسلمان میشن همشون نخبه های جوامع اسلامی هستند، جوامع غرب هستند، نخبه هایی که فکر دارند، اندیشه دارند، نظر دارند، عالم هستند، دانشمند هستند. تاریخ مدرن رو بخونید. با تطمیع ایش کدوم از اینها نه به توحید اومده، نه به تغییر تحول فکری یا دینی داده. این هم الله خیر الناصرین است. در هر برهه از زمان الله متعال افرادی رو برمیگزینه و انتخاب میکنه و اینها قدرت استدلال میده تا اینکه بشن شمشیر بران بر علیه هر منحرف بدعتگذار، اتهام بزنن ابن تیمیه نمیدونم این رو، اتهام بزنن محمد بن عبدالوهاب رو، که کدوم از این اتهامات نمیتونه تأثیری داشته باشه در دعوت مستدل و علمی که این احیاگران در تاریخ داشتن، برای امروز هم دارن کتاباشون و نوشتاری که با دلیل و حجت بر جای گذاشتن. و علمای ربانی در معاصر هم بسیار، این هم یک نصرت الهی هست و خیر الناصرین هست. شاید شبهات باشه، شاید وقت مدیدی سپری بشه تا اینکه این شخصیت ها ظاهر بشن، ولی الله متعال خیر الناصرین هست. تک عالم فرزانه متخصص در علم حدیث وارد ایران شد، عالم دکترا در علم حدیث، دکتر احمد میری، در یک روستای بسیار دور افتاده شروع کرد فعالیت. موانع ایجاد کردن تا اینکه اون رو سر به نیست کردن، تا اینکه اون رو از بین بردن، ترورش کردن. ولی به جای اون امروز ما الله متعال در نتیجه خون این چنین مظلومانی ده ها دکترا در علم حدیث رو به جامعه اهل سنت ارزانی کرد. تونست عالم فرزانی رو از جنوب بلند کنن و بدنش رو تیکه پاره کنن، بعد به بهانه سرنگون شدن خود رو اعلان کنن که کشته شده، شیخ زیایی در بندر عباس. ولی امروز جنوب پر از علمایی هست ربانی در نتیجه خون شیخ زیایی. توحید و حق هیچگاه پنهان نمیونه. الله متعال خیر الناصرین هست. شاید بدن شیخ زیایی از دست دژخیمانی که تیکه پاره کردن بدنش رو در امان نموند، ولی اون مدرک خودش رو گرفت، شهادت.
ولی در نتیجه اون الله متعال نصرت داد فکرش و عقیدش رو. و امروز ما توحید رو و فکر توحیدی رو در کل جامعه اهل سنت میتونیم با گستردگی تام شاهد باشیم. الله متعال خیر الناصرین است و به همین صورت نمونه های مختلف رو در کل جوامع اسلامی میتونید مشاهده کنید. در هر جایی که خواستن حقیقت رو و اهل توحید رو و اهل ایمان رو صداشون رو دعوتشون رو مانع بشن و اونها رو برعکس با فشار خواسته باشن به سمت بدعت و به سمت شرک یا کفر بکشونن، از بین همونها بهترین انسانها بیرون اومدند. جامعه غرب با ناامن کردن منطقه خاورمیانه نخبه های مسلمان رو وادار کرد هجرت، مهاجر شدن، ناچار شدن، جنگ ها، ناامنی ها، مشکلات اقتصادی. ولی امروز همه کشورهای غربی در حراس هستن که نسل جدیدی که داره میاد روز به روز داره رشد، اسلام رو به رشد هست و یکی از ادیانی هست که در آینده میتونه خطر جدی تلقی بشه. این اونها خواستن که با به هجرت کشاندن نسل مسلمان ها رو در خودشون ذوب کنن و برعکس اسلام در کشورهای غربی احیا شد. و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. خونسا میکنه توته اونها رو، خیر الماکرین هست و در واقع خیر الناصرین هم هست. و آخرین نوعی که باز هم در بحث نصرت الهی ما میتونیم مشاهده کنیم و ببینیم نصرت الهی در جنگ و ستیز معرکه ها هست. مواردی هست که واقعا نمیشه دو جبهه رو با هم مقایسه کرد. 313 نفر در بدر در مقابل 1000 نفر با امکانات بسیار وسیع، الله متعال نصرت میده اینا رو. الله متعال اونا رو ثابت قدم نگه میداره و غالب میکنه. در تمام معرکه هایی که اتفاق افتاد، آیا سپاهی که از جزیره عرب با امکانات کم بلند میشد برای باز کردن دروازه های ظلم و ستم ایران یا روم از تجهیزات نظامی هوایی و زمینی برخوردار بود که در مقابلش ارتش های دو ابرقدرت در تسلیم شدن و دروازه های ستمگران گشوده می شد و مردم آزاد می شدن؟ نصرت الهی بود. همه اینها نصرت الهی بود و امروز هم این اتفاق داره می افته و افتاد. بعد از 20 سال قتل عام مردم افغانستان، بعد از 20 سال 20 کشوران ناتو با تمام اعمال و قدرتی که روی مردم کردن آخرش ناچار و ذلت بیرون رفتند. به صرف نظر از اینکه اون افرادی که اومدن کیا هستن و چه کار خواهند کردن بس جدا هست، ولی مردم افغانستان از دست اشغالگر رها شدن و اشغالگر هم اعتراف کرد که توان بقا رو نداشته، نداره و شکست خورده برگشت. شکستشون هم در صحنه عقب نشینی واضح و روشن آشکار برای همه نمایان شد. به هر حال همه اینها مصادیقی هست از نصرت الهی و الله خیر الناصرین هست که اگر این صحنه های متعدد در بحث نصرت الهی نباشه، ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. به طور طبیعی پیروی و اطاعت فرهنگ، آموزه، فکر، اندیشه و مسیری رو اهل ایمان اگر نصرت الهی نباشه پیش میگیرن که در اونجا عاقبتشون فتنقلبوا خاسرین میشه
بل الله مولاکم، الله متعال ولایت اونها رو داره و نصرتشون میده در به صورت حکیمانه و او هست خیرون ناصرین. میان برنامه میبینیم برخواهیم گشت و مصادیق دیگری از این مفهوم نام مبارک پروردگار متعال یا صفت رب ذوالجلال رو باز در سایه آیت قرآن متعال انشاءالله بررسی خواهیم کرد. میان برنامه میبینیم برمیگرد. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه اسماء الله الحسنى. صفت خیر الناصرین بودن پروردگار متعال گفتیم جنبه های مختلفی داره که همه اینها در یک نکته متمرکز میشه. نکته ای که متمرکز میشه این هست که همه اینها مانع از این میشه که ما پسرفت داشته باشیم، ما موانع مختلف جلوی حرکت و مسیر درست ما رو بگیره. این تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. خاتمه سوره بقره یک نیایش بسیار جامعی الله متعال
در ضمن مصادیق ایمان که در آیه 285 آورده برامون اومده، که این نیایش در واقع بسیار حائز اهمیت هست در ارتباط با حسی که انسان در زمینه نیاز به نصرت الهی در موارد متعدد باید داشته باشه. صفات پروردگار متعال و شناخت این صفات مهمترین موضوعی که در ما ایجاد میکنه رابطه ای ما هست، ارتباط ما رو با پروردگار متعال ریشه دار میکنه، وابستگی ما رو به رب ذوالجلال عمق و یقین و ایمان میبخشه. خیلی از امور هست که ما باور داریم ولی از عمق و ریشه لازم برخوردار نیست. به هر اندازه بتونیم باورهای خودمون رو ریشه دار کنیم، با من اندازه اون باورها خواهد تونست مصداق عملی در زندگیمون داشته باشه. آخرت همه اون باور داریم، ولی اگر این آخرت یا ایمان به آخرت ریشه دار باشه در فکر و اندیشه و قلب ما، هر حرکت و فعالیت و هر کلمه‌ای که به زبان میاریم رو در کنترل خودش در میاره. محاسبه الهی، نظام بازخواست، حسابگر بودن پروردگار متعال، عاقبتی که لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. به همین صورت بحث صفات پروردگار متعال، به هر اندازه این صفات رو ما بهتر بتونیم در قلب خودمون، در فکر خودمون، در باور خودمون جا بدیم و با این صفات یا قلب خودمون رو با این صفات عجین کنیم، به همون اندازه وابستگی خودمون رو و دلبستگی خودمون رو به الله متعال بیشتر احساس خواهیم کرد. شما وقتی که شناخت درستی دارید نسبت به یک کودک، به پدر و مادر، به طور طبیعی به پدر و مادر وابسته است. هر پدر و مادری که محبتی بیشتری نسبت به فرزند خودشون ابراز میکنن، وابستگی این فرزند نسبت به پدر و مادر بیشتر میشه، چون شناختش نسبت به پدر و مادر از طریق حس بینایی و احساسهای مختلف عمیق‌تر میشه، فاصله گرفتن براش مشکل میشه. به هر اندازه انسان یا کودکی از در ارتباط با پدر و مادر معلومات کمتری داشته باشه، وابستگی کمتر داره. اونایی که فرزنددار هستن و بچه فرزندشون از کودکی در مهد کودک یا خدمتکاری داره اونو بزرگ میکنه و سر کار میرن، خب به طور طبیعی این فرزند زیاد وابستگی پدر و مادر نداره. به صرف نظر از این که این وابستگی تا چه حد لازم هست و در چه حد تا چه حد غیر مفید هست، بحث اینه که بر اندازه شناختمون نسبت به حقایق بیشتر بشه، به اون اندازه رابطمون رابطه عمیق‌تر و دقیق‌تری میشه. لله المثل الاعلا. وقتی که ما الله متعال رو با صفات کمال خودش بیشتر بشناسیم، صفات پروردگار متعال رو بیشتر در قلب خودمون و در عمق فکر و اندیشه خودمون قرار بدیم، به اون اندازه توکل ما، اعتماد ما، وابستگی ما و دلبستگی ما به ذات الهی بیشتر میشه. وقتی که اون رو نصیر و مولا میدونیم، بدونیم نعم المولا بدونیم و نعم النصیر بدونیم و خیر الناصرین بدونیم، خب به طور طبیعی همیشه در انتظار نصرت الهی باید در هر زمینه باشیم و در هر زمینه و در هر موردی با نصرت الهی خودمون رو مرتبط کنیم. دعا و نیایش در واقع تغذیه‌ای هست یا دعا غذایی هست برای روح انسان که مرتبط بشه با ذات الهی و صفات پروردگار متعال، از اون بهره بگیره و از در سایه لطف الهی بتونه زندگی سپری کنه.
آیه 150 186 سوره بقره که بعد از آیه 285 میاد بحث ایمان رو میاره. در ادامه این ایمان و وظایف ایمانی که در این آیه میاد یک نیایشی میاد که در اون نیایش این وابستگی و این رابطه‌ای که با الله متعال باید انسان داشته باشه رو برامون تداعی میکنه تا این رو از یاد نبریم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، پروردگارا ما رو مؤاخذه نکن اگر دچار نسیان فراموشی شدیم در وظیفه شناسی و در حقیقت هایی که باید بهش توجه کنیم یا دچار خطا شدیم. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، پروردگارا ضعف خودمون رو اعتراف کنیم، اون مسئولیت سنگین یا بار سنگینی که بر ما قبل ما تحمیل کردی یا برای اونها رو مکلف کردی ما رو بر ما اون بار رو قرار نده. اعتراف به ضعف ناتوانی هست. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ما رو بیش از توانمون برامون مسئولیت ما واگذار نکن، بازم اعتراف به ضعف است. در حالی که الله متعال میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، قبل از این در ابتدا الله متعال این جمله رو میگه، ولی ما با وجودی که این رو اعتقاد داریم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها اعتراف به ضعف خودمون هم میکنیم، میگیم ربنا ولا تحمل ما لا طاقت لنا به. شاید وسعی داشته باشیم، توانش هم داشته باشیم، ولی طاقتش نداشته باشیم. طاقت عملی هست و وسعت وجودی هست. انسان امکان داره ولی طاقتش نداره. خیلی ها قدرتش رو دارن ولی عملا این قدرت رو نمیتونن به کار بگیرن. در نتیجه ما این ضعف رو اعتراف میکنیم. واعف عنا، درگذر از ما، واغفر لنا، و به همین صورت پوشش بده ما رو، نتایج عمل کرده سوء ما رو بپوشان، وارحمنا، و ما رو مورد رحمت خود قرار بده. انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، تو هستی مولای ما، ما رو بر قوم کافرین نصرت بده. فانصرنا على القوم الكافرين، این آیه فانصرنا على القوم الكافرين، انت مولانا، کاملا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين هست، تطابق با این داره. یعنی تا اینکه ما در معرض اطاعت کفار قرار نگیریم، شبهات ما رو به خطا نندازه، اطاعت قوم کافرین رو بکنیم، ارضای اونها، طمع ما رو وادار نکنه که اطاعت کافرین رو بکنیم، ضعف و ناتوانی و در صبر و شکیبایی ما رو وادار نکنه که اطاعت قوم کافرین رو بکنیم، به همین صورت خواسته ها و طمع در زندگی، زیاد خواهی ها موجب نشه که ما اطاعت قوم کافرین رو بکنیم، و در ادامه همه اینها فشارها، سختی ها و شکنجه ها و زندان ها، همه اینها زمینه هست برای این که انسان تسلیم بشه و اطاعت قوم کافرین رو بکنه و دچار خصالت بشه. بل الله مولاکم و هو خیر ناصرین، الله مولاتون هست و خیر ناصرین هم اون هست. اگر نصرت الهی نمی بود، فکر میکنید چه عاملی باعث شد که افراد ناتوانی مثلا صهیب رومی، مثل بلال حبشی، مثل خانواده های آل یاسین استقامت کنند؟ ولایت الهی بود، او خیر الناصر بود. امروز هم این موضوع وجود داره، امروز هم این موضوع وجود داره.
تمام کسانی که قربانی شدن، بدن قطعه قطعه شده شیخ ضیایی رو کسی که دیده، اون کسانی که دیدن، دلیل بر استقامت هست، دلیل بر نصرت الهی هست، نصرت الهی هست. اگر نصرت الهی نهی بود، این بدن چگونه استقامت کرد در مقابل ظلم و تعدی؟ تسلیم شد و می اومد بیرون مثل خیلی هایی که با اندک تطمیعی اظهار ولا و تغییر اعتقاد به طور صحنه‌ای میدن، میسازن، ازش مستند میسازن، میداد. مگه افراد کمی بودن در زندان ها که اعتراف میکنه به نمیدونم صدها جرم، ولی و از زندان هم میاد بیرون در انتها که اعتراف میکنه، من فقط میخوام صحنه ای ساخته بشه و اثبات جرمی بشه و خودشون رو توانمند و مقتدر نشون بدن. ولی در نهایت خودش این کشف میشه که این اعترافات همه زیر شکنجه و فشار بوده، ولی الله متعال این مؤمنین رو استقامت میده و بر دین خودش قائم نگه میداره و با دین خودش اونها رو همراه و به همین صورت خاتمه ای به خیر میکنه. دین الهی است که در واقع تضمین کننده عاقبت و نهایت انسان است. یکی از مباحثی که در بحث خیر و ناصرین بودن پروردگار و متعال یا ناصر بودن رب ذوالجلال، که در این حال ضمن خیر و ناصرین بودن الله متعال محقق میشه، بحث اینه که نصرت الهی یک سری مستلزماتی داره و شروطی داره. یکی از شروطی که الله متعال ذکر کرده در ارتباط با تحقق نصرت الهی این هست که میگه یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامکم. ای اهل ایمان، این رو آگاه باشید، آیه هفتم سوره محمد است. ای اهل ایمان، اگر نصرت بدید، دین الهی رو، الله متعال شما رو نصرت میده و تثبیتتون میکنه، قدم هاتون رو ثابت قدم نگه میداره، شما رو ثابت قدم نگه میداره. جالب هست اینا، شما یک قدم برمیدارید، ده قدم دیگه برداشته میشه، میرید جلو. فرمولش اینطوری هست، شما یک در حدی که توان دارید تلاش میکنید، اون تلاش شما چندین برابر میشه. 313 نفر میان بیرون در مقابل بیش از 1000 نفر با اختلاف تدارکات و امکانات. الله متعال وعده میده که براتون 1000 تا فرشته برای تاییدتون فرستاده شده. مهم اینجاست که من و شما در حد توان و امکاناتی که داریم هزینه کنیم. هزینه ما نیست که نصرت یا انتصار یا غالب شدن رو موجب میشه. نصرت الهی هست که غالب آمدن رو باعث میشه. چون اصل در هیچ زمانی و در هیچ دوره ای از دوره های تاریخ درگیری حق و باطل، قدرت مادی حق نبوده که تونسته بر قدرت مادی باطل غالب بیاد. برعکس، و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم من الله شیئا. در روز حنین کثرتتون
شما رو گول زد، فکر کردید امروز دیگه ما اصلا مغلوب نمیشیم، برعکس شد. مگه سپاه موسی یا همراهان موسی که از ترس آسیب رسیدن یا در دام فرعون افتادن از شهر اومدن بیرون، آیا اینا امکانات و تسلیحاتی داشتن؟ فرعون با نیروی نظامی خودش غرق شد و در تاریخ ثبت شد و جسدش هم نگهداری شد، محفوظ نگه داشته شد تا عبرت بمونه تا قیامت، و اونها هم الله این مطور نصرتشون داد. این ینصرکم الله فلا غالب لکم الا هو. اگر الله شما رو نصرت دادش، کسی بر شما نمیتونه غالب بشه. اگر ما در حد توان و امکانات خودمون هزینه کنیم، چه از نظر فکری، چه از نظر مالی و چه از نظر نظامی، الله متعال به طور حتم ان تنصر الله ینصرکم، خداوند متعال نصرت میده. بسیاری از مهتدین انسانای بسیار عادی بودن، تحصیل کرده نبودن، تحصیلات عالی نداشتن، ولی در مقابل شخصیت هایی که مدارج عالی دینی و علمی و حتی در عرصه اقتصادی امکانات وسیع داشتن، غالب اومدن. چی بسیار بودن معتدینی که راننده کامیون هست ولی تونسته با سادگی و اخلاصی که داشته حقیقت رو دریابه و روحانی که چندین سال در حوزه خونده اون رو لاجواب بکنه، نتونه در قبالش جوابی رو بده. و این اعترافات رو خیلی از مراجع به زبان میارن که خیلی از موارد ما نمیتونیم جوابشون رو بدیم، شبهه میندازن و دلیل و به هر حال طوری هست که اساس و بنیادی داره که نمیشه جواب داد در مقابل سوالی که به جا هست و با دلیل و مستند هست. مهم اینجاست که این تنصر الله ینصر و یثبت اقدامکم، الله متعال نصرت هم بهتون میده و قدمهاتون رو ثابت میکنه، شما رو ثابت قدم نگه میداره در مقابل باطل. بندازی که دارید، امکاناتی که دارید هزینه کنید با همون مقداری که امکانش هست، چه با قول، چه با عمل، چه با مال، چه با سعی و تلاش دیگه کارت کنید، برکت رو الله متعال میده، نصرت رو الله متعال میده. شماره که زیر نویس هست دوستان عزیز، این شماره شماره واتساپ هست و متاسفانه میتونیم ما تماس صوتی برقرار کنیم. میتونید صدا بذارید، پیام بذارید، چه صوتی و چه نوشتاری، انشالله در فرصت مناسب، اگر در امروز که متاسفانه فرصت نیست، ولی جوابتون رو خواهیم داد، یا از طریق واتساپی که فرستادید مستقیما جوابتون رو میدیم، یا اینکه در برنامه زنده جوابتون داده خواهد شد. ولی از اینکه بتونیم تماستون رو صوتی وصل کنیم متاسفانه معذور هستیم. یکی از مواردی که در زمینه نصرت الهی حائز اهمیت هست بعد از اینکه حمایت دین محقق شد، بعد از اینکه
توسل به الله متعال، توسل به ذات الهی، به صفات پروردگار، به دعا و نیایش محقق شد. این هست که ما به مشرکین اعتماد نکنیم. آیه 113 سوره هود یه اصل بسیار مهمی رو برامون در ارتباط با شرط نصرت الهی و به همین صورت خیر الناصرین بودن، محقق شدن خیر الناصرین بودن پروردگار متعال میگه، میگه که فاستقم کما امرت و من تاب معک ولا تدخو انه بما تعملون بصیر. بر اساس اون چی که مأموریت پیدا کردی استقامت کن و اون کسانی که توبه کردن، مسیر تو رو انتخاب کردن هم به همین صورت استقامت کنن و از راه به بیراهه کشیده نشید، به طغیان کشیده نشید. الله متعال بر عمل کرده شما بینا هست. انه بما تعملون بصیر، انه بما تعملون بصیر. ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصروا. به کسانی که ظلم کردن، که شرک بزرگترین ظلم هست، این شرک لظلم عظیم طبق آیه قرآن و هر نوع ظلم دیگری هم میتونه مستاق این آیه باشه. به کسانی که ظالم هستن، ستمگر هستن، اعتماد نکنید، به اونها پناه نگیرید یا از اونها کمک نخواهید، به اونها متوسل نشید. در ناتوانی های خودتون، در موارد ضعف خودتون، فتمسکم النار، در آخرت عاقبت سوء عذاب الهی رو مواجه خواهید شد. و ما لکم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. و در دنیا هم دیگه ولایتی، الله دیگه مولای شما نیست، بعد از این نصرتی هم در انتظار شما نیست. ثم لا تنصر. این یکی از موانع بزرگ نصرت الهی هست که خیر الناصرین اون کسانی که به او متوجه نمیشن، از او کمک نمیخوان، یا طمع یا توقع همکاری و کمک از غیر رو با زیر پا گذاشتن مبانی شرعی و دینی توقع دارند، از نصرت الهی محروم میشن، ولایت الهی از سرشون برداشته میشه. مالک من دون الله من اولیا ثم لا تنصرون. و بعد از این هم نصرتی براشون وجود نداره، برای اینکه این آرزه یا این آفت، در امان بمونیم از این آفت و این آرزه در شرایط سخت و دشوار به غیر الله یا به مشرکین یا غیر مؤمنین متوسل نشیم. نماز، نیکوکاری بزرگترین وسیله هست. و اقیم الصلاة طرفی النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکر للذاکرین و صبر و صبر کردن فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله متعال أجر محسنين و نیکوکاران رو ضایع نمیکنه. اگر در ضعف قرار گرفتید، اگر سختی ها براتون غالب شد و فکر کردید که شیطان وسوسه کرد که با ظالم دست دوستی بدید یا با شرک همکاری کنید، الله متعال متوسل بشید، صبر بگیرید تا اینکه همین آفات در امان بمونید، هم رضایت و نصرت الهی و خیر الناصرین حالتون باشه. از الله متعال میخواهیم که همه ما رو ثابت قدم بر دین خودش نگه بداره در مقابل خلطه های متعدد و متنوع قوم کافرین
رو محفوظ داشته باشه. الله یار و نگهدارتون باد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.